بسم الله الرحمن الرحیم. متن کامل سخنرانی محقق عالی قدر حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقا فاطمی نیا تحت عنوان سیری در قرآن که در شب سوم ماه مبارک رمضان برابر با پنجم اسفند ماه 1371 هجری شمسی در مهدیه تهران ایراد گردیده است. نوار شماره 2. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. همانگونه که دیشب خدمت عزیزان و اعتزادین گفتیم انشاءالله ده شب اول رو برنامه‌مون سیری در قرآن خداوند انشاءالله همه ما رو با قرآن مأنوس کند و با اسرار قرآن آشنا کند. قرآن دریای بی‌پایان است. می‌بینید که به صورت ظاهر کتابی است که حجم اون زیاد بزرگ نیست، اما می‌فرماید فیه تبیان و کل شیء، در قرآن بیان هر چیزی هست که انشاءالله به تفسیر همین آیه که رسیدیم شبی خدمت عزیزان مطالبی رو خواهم گفت. اگر دعا فرمودید توفیق داشتیم که فیه تبیان کل شیء خودش که دریا معنا دارد. اما سهمیه امشبمون این آیه که خوندم براتون در سوره مبارکه بقره این آیه. قبل از اینکه به تفسیر آیه بپردازیم چند مطلب رو خدمتتون عرض میکنه. اون این است که در بحث خلقت حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام چند تا بحث است. یکی این است کی بوده، پیش از اون بشر بوده نبوده، و یک بحث این است که این ابلیس که در آیه بعدی می فرماید که و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. بحث دیگر این است که این ابلیس چیه، چیزی و این کان یعنی چی، اونجا کافر شد همونجا. و اینجا بحث های شریفی هست. اجمالا در پیرامون این دعایه انشاءالله تا اونجا که میرسیم بنده بحثی رو تقدیم خواهم کرد. و اما بحث اول، یه وقت سوال میکنن میگن که باختن شناس ها یا بعضی از علمایی که
حرفایی در این رابطه دارن، یه حرفایی میزنن که مثلا میگه انسانهای اولیه، یه تصویرهای خیالی هم میکشن که چند نفر از غار اومدن بیرون، مثلا با یه برگی خودشون رو پوشندن و وحشیانه برن میرن. آیا این تاریخهایی که این آیون ذکر میکنن تا چه حدی صحت داره؟ یه وقت مثلا یه تاریخهای سرسام آوری بودند و بالای ذکر میکنن، میگه انسانهای 20 میلیون سال پیش، انسانهای 25 میلیون سال پیش، و با تصویرهای خیالی که حضورتون عرض کردن و معتقدن که اینا وحشی بودن، چیزی سرشون نمیشده، نمیدونم سنگ رو به سنگ زدن، آتش در اومد و امثال اینا که خودتون میدونید. حالا میخواییم ببینیم که خب این حرفا با تاریخ خلقت حضرت آدم و حبوط حضرت آدم علیه السلام تا چقدر تناسب دارد. اولا میگیم که تصویرها که میکشن که انسان اینطور وحشی بوده محل بحث، ما نه رد میکنیم نه قبول، حرفی نمیذاریم فعلا. حالا به وقتش اگر لازم بود چیزی میگیم. این یک. ثانیا این تاریخ ها هم که میگن رقم هایی که ذکر میکنن 20 میلیون سال پیش، آخه گفتنش آسونه ولی این تاریخ بسیار تاریخ درازی. حالا اینجا هم باز حرفی نمیزنیم، 20 میلیون سال پیش بودن، 18 میلیون سال پیش بودن، نمیدونیم، چیزی نمیدونیم. اما قدر مسلم یه مسئله هست. قدر مسلم این است که به طوری که از دلائل و از روایات آیات حتی اگر دقت بکنیم در میاد و استفاده می شود، این است که همه انسان ها فرزندان حضرت آدم نیستند. توجه فرمودید؟ عرض بکنم که گفتم حالا چند میلیون سال پیش وحشی بودن نبودن گفتیم اینا رو مسکوت گذاشتیم، اما قدر مسلم یه انسانی بودن قبل از حضرت آدم، این مقدار تقریبا یقینیه. بله، و وقتی که این مسئله حل میشه خیلی از روایات هم معانیشون روشن میشه. شما ملاحظه فرمودید که پیغمبر عظیم الشأن ما رو میگن پیغمبر آخر الزمان. اگر احادیث خلقت بشر حل نشود و مفهوم نشود، اصلا معنای آخر الزمان هم فهمیده نمیشه. زمان اولش کیه؟ آخرش کیه؟ آخر زمان کیه؟ ما نمیدونیم. الان از سایه دلش هستیم 1500 سال از بعثت حضرت میگذرد ولی میگیم پیغمبر آخر الزمان. حضرت فرمود انا و ساعت و کهاتین، انگشتای مبارک شب اینطور گرفت. رسول اکرم فرمود انا و ساعت و کهاتین، من و قیامت مثل این دو انگشت. خیلی هنوز که هنوز از قیامت خبری نیست، اما حضرت میگه من به قیامت نزدیکه. قرآن میگه اقترب الناس حسابهم، حساب این مردم براشون نزدیک شده. البته حالا ممکنه یک کسی اینو تعبیر کنه به معنای برزخ، بگه یعنی هر کسی بمیره خب حساب ازش میکشن، اما فقط این که نیست، عمومیه. حسابهم حساب است از حساب در برزخ و از حساب در قیامت. پس شما ببینید این همه مطلب همش وقتی که احادیث خلقت بشر حل بشه همه این هم درست میشه. پس میرسیم به اینجا که آقا هر بنی آدمی انسان است، ولی هر انسانی بنی آدم نیست. باز تکرار میکنم، نمیدونیم چند میلیون سال پیش بودن، همه چیزایی بوده بلاخره.
میگن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، مفسرین می نویسند که اینها فساد جنیان رو روی زمین دیده بودن و اینو میخواستن به خدا بگن، در صورتی که اگر فساد جنیان رو دیده بودن، این بعضی از تفسیر آیه است. چه میدونیم که انسان دیده بودن حرفو میزنه؟ تجربه بودید انسان های خوبن و بعضی از موحدین، بعضی از مسلمین وقتی که اون حرفا رو میبینن که اینا میگن 20 میلیون سال قبل انسان بوده و یه چیزی بالاخره در ذهنشون میمونه، بعد میان تاریخ حبوط رو میبینن، به تناقض میفتن. یک نفر آدمی بود، آدم با فضیلت هم بود، میگفت آقا من ایمان دارم به این مسئله که تاریخ حبوط حضرت آدم تقریبا چیه، اما میبینن که دنیا ثابت میکنه که قبل از اینام انسان ها بوده و ما معتقدیم که همه انسان ها فرزند از حضرت آدم. گفتن نه، این اعتقاد رو عوض کن تا کار درست بشه. حالا حدیث براتون عرض میکنم در تفسیر نور الثقلین، یکی از تفاسیر نسل نورانی شیعه، در اونجا حدیثی هست به طریق معتبر که البته این یک نمونه است، احادیث دیگر هم داریم. حضرت باقر سلام الله علیه با سوگند میفرماید که خدا قسم، خدا هزار هزار دوره انسان آفریده، یک میلیون دوره، یک میلیون دوره انسان ها بودن. وقتی که پیغمبرشون چی بوده چی بودن نمیدونیم ما، فقط ما به عنوان که یک تضادی در اندیشه یه موحد نیاد برای رفع اون تضاد و تحت اون تضاد این مثل صحبت میکنیم. حالا اونا چکار میکردن؟ قرآن میگه و این من امت الا خلا فیها نذیر، هر امت یک دین دهنده ای بالاخره بینشون بوده. این آیه خیلی عمیق است، اینا رو باید فکر کنیم روش. و این من امت الا خلا فیها نذیر، یه بیم دهنده برای هر امتی بوده. توجه فرمودید؟ پس بنابراین آقا قدر مسلم به دست میاد که انسان های آفریده شدن و از اینجا که آمدیم مسائل حل میشه. یک، حبوب هم علیه السلام به این دنیا تقریبا 8000 سال ازش میگذرن، در صورتی که ما ارکزم حالا تاریخ تعیین نمی کنیم، ولی قدر مسلم تاریخ انسان روی زمین بیش از 8000 ساله. پس حضرت آدم پدر این دوره است و اخبار نشون میدهد که ما آخرین دوره ایم. به پیغمبر ما میگن پیغمبر آخر زمان، برای که پیغمبر آخرین دوره است و الا آخر زمان اینجا معنا پیدا نمی کنه. آخر زمان کجاست شما بفرمید؟ آخر زمان ظاهره یعنی دوره آخر، که دیگه بعد از این عرض میکنم حضورتون که خداوند ظاهرن در شرع انسانی نمی آفرینه و منجر میشه قیام به قیامت اکثر عبد الناس حساب و همه همین رو میرسونه. و اگر آدم یک قدر اینجا لطیف بشه و محرم ولایت بشه، مسئله رجعت را هم با جان خودش در میابه. یه چیزایی هست که آقا عقل ما نمیرسه دیگه، دلیل نمیتونیم اقامه کنیم. دلیل در اصول عقاید بر باید باشد، در اصول دین باید حتما دلیل باشه، اما رجعت رو ما برای یک نفر که محرم اسرار نیست، مثلا اون تنزه و تفهمی که باید در او باشد نیست، دلیل بیاریم. دلیل نقلی فقط داریم، احادیث زیادی داریم در رجعت. و البته اگر کسی منکر رجعت باشد کافر نمیشه، اما آدم بی معرفتی حساب میشه. معلوم میشه بس که از معارف اهل بیت خوب سیراب نشده، چون اگر یک قدری به این دلائل و این اخبار نگاه کنید آدم در بیابد رجعت باید باشد. علی کل حال این یک مطلب که حضرت با سوگند یاد می کند که خداوند هزار هزار دوره آدم و انسان آفرید.
پس این تضاد دیگه از ذهن خارج میشه. میمونه مطلب بعدی که حضرت آدم به وقتی که میآفرینند، همان گونه که ما موظفیم به طرف کعبه مشرف نماز بخونیم، بزرگان فرمودن حضرت آدم در اونجا به منزله کعبه میشه تقریبا. خداوند وقتی روح را در او دمیده میکند عطسه میکنه و بی اختیار دیگه الحمدلله رب العالمین که امیر المؤمنین سلام الله علیه خطبه عجیب غریبی دارد که خطبه در نهج البلاغه نیامده، در مصادر عتیق ما اون را یافتیم به فضل الهی که اون مصادر قبل از ولادت شریف رضی بوده که سید نیاورده این خطبه رو، که علما روی این خطبه خیلی حساب میکنن و این مفتتح خطبه اول جمله‌اش این است که حضرت می‌فرماید الحمدلله الملهم حمده و عباده، حمد مخصوص اون خدایی که حمدش را بر بندگان الهام کرده. اصلا این که میگه خدا را شکر الحمدلله، اینا الهام پروردگار است و اسراری دارد که حالا به جای خودش باید گفته بشه. علی کل حال اولین بشر در این دوره و پدر ما حضرت آدم علیه السلام وقتی که روح در او دمیده می شود میگه الحمدلله رب العالمین، خداوند حمد را وقتی از او می شود می فرماید یرحمک الله یا آدم، خدا رحمتت کند ای آدم. و از اینجا منده مستحب شده که اگر برادر دینی ما عکسه کرد و گفت الحمدلله رب العالمین، مستحب بس ما بهش بگید یرحمک الله، مستحب به نهی واجب باشد. اما می فرماید اگر حمد نکرد این استحباب به وجود نمیاد. حالا اون موقع وجود نازنینش مثل ارز کنم که کعبه حساب میشه و ملائکه دستور پیدا میکنن به طرف اون سجده کنن. شیطان در اینجا تکبر نشون میده، میگه میدونید دستوره هایی دیگه دارد که خلقتنی من نار و خلقته من طین، نسیه را آفریدی من سجده برش میکنم. که حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه یه خطبه دارد در نهج البلاغه به نام خطبه فاسحه، فاسحه با فساد به معنای محقره، فاسحه یعنی محقره. حضرت اونجا متکبرین جهان رو تحقیر فرموده، شیطان رو تحقیر فرموده و در اونجا میفرماید که خدا شیطان رو به ابتلا و آزمایش کشید برای اینکه می‌فرماید خدا قدرت داشت اون آدم رو از یک نوری که چشمها را خیره کند و عقلی که انسان رو سرمست کند، یعنی همراه با عقل و اون نور او را بیافریند که هر کس ببینه بی اختیار به سجده بیفته، اما از جل آفرید تا نشون داده شود که مطیع خداست و چه کسی مطیع خدا نیست. خطبه فاسحه آقا خطبه عجیبی در یه روایت دیدم مثل جمیل المؤمنین سلام الله علیه این خطبه را روی شطر القا فرمود و عارض شد جمع متکبرین رو دید، دید اینا چقدر به هم دیگه پوز میدن، افاده میکروشن، تفاخر میکنن. حضرت همونجا این خطبه رو القا فرمود، خطبه های عجیب نهج البلاغه، خطبه قاطعه. ما یه وقتی بود که چند نفر اهل علم و طلبه بودیم این خطبه رو با هم هفتگی بحث میکردیم و چقدر برکات داشتیم بحث ما. خطبه رو میذاشتیم زمین روش کار میکردیم، حرف میزدیم، خطبه عجیبی. علا کل حال بحث دیگر این میشه که شیطان چیه؟ اینم باز سوال میکنن، مراجعه میکنن، میفرمد بعض جاها شیطان در بعض جاها ابلیس، مراجعه فرمودید این بالاخره چی بوده، چه شخصیتی بوده؟ این رو خدمت شما عرض میکنم که شیطان آقا اولا از نظر لغوی همان گونه که در لغت رمضان خدمتتون گفتم اصل واحده، ظاهرا شین و تاء مؤنث و نون اصل واحده، یعنی هر کجا از شین و تاء مؤنث و نون چه شیطان که میگیم یه معرفش زائده،
نون توجه فرمودید نونش اصلیه، الف نون زائده نیست، نون جزء جوهر کلمه است، ولی یا و الفش زائده بر جوهر کلمه است. شین و تاب و نون، علمای لغت فرمودن هر کجا دیدی شین و تاب و نون هست، اونجا معنای فساد و افساد خوابیده. فساد بعضی فرنگی معابها بعضی از احادیث رو همینطور تفسیر کردن، من حالا هر که اونا رو صحیح نمیگذارم، اما گفتن روایت داریم که موی زیر بغل رو نگیری شیطان در اونجا لونه میکنه. بعضی از علما گفتن احتمال دارن که همون میکروب هم شیطان نامیده شده، چون اونا فساد داره، ناخن رو نگیری زیرش نمیرم شیطان هست، در پله روایت داریم در هر پله یه شیطان هست. البته اینا رو فرنگی معابا به خاطر اون معنای اصل لغوی به معنای میکروب اینا گرفتن، بنده این حرف رو نمیزنم. اگر به معنای میکروب هم بگیریم یه بحثیه، اما شیطان یه مطلبی خودش مستقل نه یه وجودیه، این باید روشن بشه. خلاصه میان میگن آقا شیطان چیه؟ بالاخره یه شیطانی که پیدا شد و به این شیطانی که میاد سراغ بنی آدم، توجه فرمودید؟ در جواب گفته میشود که آیون عزیزان جوانها، خدا جنسیت شیطان رو در سوره مبارکه کهف بیان فرمود. در اونجا میفرمد کان من الجن ففسق عن امر ربه. توجه فرمودید؟ شیطان جن بوده، یعنی از جنیان بوده. شما چطور آدم های بد رو میگید فلان شروریه، فلان کس شیطنه؟ خدا بر علو به درجات امام رضایت که لقبی به آمریکا داد و در دنیا فرمود که شیطان کبیر، شیطان بزرگ. الان گاهی بعض رادیوهای عربی هم گاهی میشه میگن الا حد تعبیر رهبر فقید ایران شیطان کبیر، یه جا افتاده حسابی، یعنی مفسد بزرگ. در جنیان هم این ماها مسلمان دارن، کافر دارن، بله. یعنی اگر خرافاتی در ذهن مبارکتون باشه اونو در بحث علمی نمیشه آورد. نمیدونم فلان حالا خانم رفتید که نمیدونم یکی نشسته تو همون پاهاش گرد دیده، نمیدونم افتاد قش کرد و فلان، اما اینا رو ما الالحساب حرفای التماس دعایی میدونیم. بله اگر یه کسی آمد یه حقیقتی رو به شما در قالب خرافه گفت، خب نباید شما بی عقیده بشین. که خیلی من متاسف میشم بعضی از تحقیر کرده ها، مخصوصا خدا نکرده یه سری به آمریکا و اروپا زده باشن، اونجا که رفته که معارف نخونده، که اونجا رفته طب خونده، مهندسی خونده، علم جدید خونده، معارف هرچه بوده از مادر بزرگه. بله بیاقده یه مشغول بشه مثلا جن میدیدیم اینطوری بود، کشورم میمارد به زمین، حالا آمده یه قیافه گرفته میگه من فکر نکنم جنی هم باشد، وقت جن به ریشش میخنده اونگا، چرا فکر نکنی؟ مسلمان اگر با علم این حرف رو بزنه کارش به جای باری که میرسه. در قرآن صریحا به وجود جن اعتراف شده، سورهی به نام جن داریم، سخن جنیان رو خدا نقل کرده. این شیر نر رو دیدید که امتیاز شیر نر از شیر ماده این است که موهای انبوهی پشت گردنش دارد. اون موهای انبوه در لغت عربی لبد نامیده می شود. رسول اکرم وقتی قرآن تلاوت می کرد اینا جمع می شدن پشت سر حضرت، که خداوند اینها را تشبیه کرده به اون موهای انبوه پشت گردن شیر نر. و انه لما قام عبدالله یدعوه کادوا یکونون علیه لبدا، مثل موهای انبوه پشت گردن شیر جمع می شدن و قرآن گوش می دادن، می رفتن به دادسته خودشون می گفتن اینا سمعنا قرآن عجبا. اون یکی رو دعوت کردم بیاید ما از این قرآن عجیبی شنیدیم. حالا قرآن حدیث که مملوک و از این مطالب به علاوه ارباب ریاضت، اونا که دیگه نمیان به من و شما بگن، که اونا خودشون مطالبی دارن، چیزایی دارن که دیگه اونها حرفایی نیست رو منبر گفته بشه. اجمالا اون کسی که بعض مسلمات رو انکار میکنه خودش بی سوادی خودش ظاهر میکنه. من الان بیام اینجا بگم که من فکر نکنم مهدی یه ستون داشته باشه، خب میگن آقا کور لابد دیگه، یه آبروی خودم بردم اینجا. یعنی چقدر خوبه تا آدم چیزی که نمیدونه ساکت بشه و آبروی خودش رو هم حفظ کنه.
آرام یه قیافه میگیره میگه فکر نمی کنم آخه فکر تو چی هست که عزیز من؟ تو بلد نیستی از روزمره تو بزنی، دل میشکنیم عوضی میری و حالا پای در حضور یک نامرگی نظر بدی؟ یعنی نم الا کله هم به اصلی بدل هم داره دیگه. حالا یه نفر طلای بدل، شما هم میگید که در دنیا طلا نیست؟ طلا هست، حالا این بدله. اگر از جن آمدن یه مطالبی گفتن به صورت خرافت، او دلیل نمیشه، اون آدم اصلاحش ناقصه. به علم جن هست عین من و شما، توارث دارن، تناسل دارن، زن بچه دارن. عرض میکنم حضورتون جن، حالا خدا پرده کشیده، صلاح نیست ما با هم معروف باشیم هم دیگر رو ببینیم. توجه فرمودید این جن دو قسمت، و انا منا الصالحون و منا دون ذلک. خودشون بندگان خدا تقسیم کردن دیگه. آقا ما صالح هم داریم، غیر صالح هم داریم. صالح که صالح میگن جن، غیر صالح در جن شیطان نامیده میشون. شیطان گفتن ماده فساده، چنونچه آدم ناصالح هم شیطان نامیده میشه. چندین به قرآن شما مگه نخوندید که من از جنت و الناس؟ در جای دیگه میفرماید که و شیاطین الجن و الانس یوحون الى اولیائهم زخرف القول غرورا. خود قرآن اثبات کرده. و یکی از حرفای عوامانه در جمع جنت، در بین عوام جمع جن رو میگن اجنه. میتونه داره اجنه جمع جنینه، اون تفتک بچه هست، چه رفتی به جن داره؟ هو و اعلم بكم اذ انشأكم من الارض و اذ انتم اجنتم في بطون امهاتكم. میگه یادتون گردون بخلا که جنین بود در شکر ما. اجنه جمع جنینه، جن مثلا جمع نفر، جن جمعی داره، بده کلمه مردم میمونه، مردم یعنی جمعی هم جن من. پس بنابراین تکلیف جناب شیطان هم روشن میشه که این شیطان موجودی بوده از جن و جنسیتش از جن بوده. بحث سفوب رو میارم مختصرن تا دوباره برگردیم خدمت شیطان، ببینیم شیطان چکار میکنه. بحث چهارم این است که چطور میاد سراغ آدم و چطور نفوذ میکنه. اینجا مطلبی رو انشالله در حسب اقتضاء وقت خواهم گفت. عرض میکنم که مطلب سفوب این است که مفسرین و علمای ادب در اون کانه گفتگو کردن. می فرماید که همه ملائکه فرشته ها سجده کردن بجز شیطان الا ابلیس، که در اصطلاح نحوی آیون می دونن به این میگن استثنای منقطع، مستثنا از جنس مستثنا من نیست. در توجه فرمودید شیطان عرض کنم که عباداتی رو کرده بود و زحماتی رو کشیده بود و خدا برای اتمام حجت رتبه ای بهش داده بود که برای او حجت تمام بشه. نگه ما اینقدر جون کندیم سر شما مسجدی ندادیم، ریاضاتی رو متحمل شده بود، خدا برده بودش در ردیف ملائکه و الا خدا خودش میدونستن چه کار است. این کانه را نحویون برای چه کارشون آسان کنند و زود مشتری را بندازن برن بخوابن، گفتن ساره، یعنی برگشت اونجا کافر شد. اما اینجا علمای کلام بحث کردن به این زودی دست بردار نیستن، میگه آقا کفر شیطان ظهور بوده یا اظهار بوده. توجه فرمودید اگه بگیم ظهور بوده یعنی همونجا کافر شد، اما حرف نحویه درست میشه، ساره یعنی درست میشه. ولی اظهار اگه بوده یعنی کافر بوده، در باطن کافر بوده، اون روز بیرون آورد و نشون داد کفر خود را. و متفق علیه علما و اولیایی که ما خدمتشون رسیدیم در این بود که کفر شیطان اظهار بوده، ظهور نبوده، یعنی کافر بوده در باطن، یک دفعه آمد و ریخ بیرون. همه کانر هم اون وقت اگر اظهار بگیریم میتونیم به معنای خودش بگیریم، بیشتر نمیخواد ساره بگیریم. در باطن کافر بوده، اون روز بیرون آورد و نشون داد کفر خود را. و متفق علیه علما و اولیایی که ما خدمتشون رسیدیم
بر این بود که کفر شیطان اظهار بوده، ظهور نبوده. این کافر بوده در باطن، یک دفعه آمد و ریخ بیرون همه رو. کافر هم اون وقت اگر اظهار بگیریم میتونیم به معنای خودش بگیریم، بیشتر نمیخواد ساره بگیریم. امکان من الکافری، یعنی چرا کافرم بوده، سابق از جمله کافرم بوده. و اما راجع به نفوذ شیطان که از اون اول میدونید که ما را اذیت کرده، چنانچه در سوره مبارکه اعراف میفرماید که کما اخرج ابویکم من الجنه، صریحه دیگه، پدر مادرتون از بهشت بیرون کرد، حواستون جمع باشه. و در همون سوره مبارکه اعراف میفرماید که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، شیطان و داردستش شما را از جایی میبینند که شما اونها را نمیبینید. این یه بحث بین علما، چگونه شیطان و داردستش ما را میبینند از جایی که ما اونها را نمیبینیم. اینجا یه در ما گفته این معناست که اینها موجودان نمیخواد ما اینا رو ببینیم، اما اینها حالا که همه شدن نباشن بداخله قدر مسلم یه قسمتشون که اینهو یراکم هو و قبیله، به قبیلش دیگه قدر مسلم اینا یه قدرشون ماها رو میبینن. خب بله، این یه معنای ظاهری. بعضی در این گمان بودن و هستن که میخواد بگه نه صرف رؤیت باشد، یعنی همانطور که یکی سر راه یکی کمین بکنه که برای او ضرر بزنه، بالاخره اول میبینه او را تا بعدا ضرر میزنه. این رؤیت میگن مقدمه ضرر شاید باشه، یعنی از این کنه برای آدم که آدم اصلا به عقلش نمیده. البته حالا هر دو را میشه باید تفسیر آیه گرفت، اشکالی نداره، اما معیده این نظر دوم همان که در جایی میگوید که ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از پیش رو پشت سر چپ راست به این بنی آدم من حمله میکنم. پیش رو نکیه واقعا از طرف سینه. حالا اینجا هر کدوم یه معنا داره، قبل یه معنا داره، بعد یه معنا و یمین یسار خدا میدونه. حالا شاید بشود گفت العلم عند الله که همون جهاد و طرق نفوذ شیطانه. یه وقت میرد آقا یک نفر شیطان از طریق اولادش اسیر میکنه، یکی را از طریق زنش اسیر میکنه، یکی را از طریق پول، از طریق حب ریاست و راههای نفوذش بسیار است که ممکن است اینا در قرآن مجید به این تعبیر آمده باشه. توجه فرمودید، خیلی عجیب است. یعنی نه این است که این بر ما مسلط است نمیتونیم، اگر امکان فرار از شیطان نبود خدا نمیگفت چقدر لا تعبد شیطان داریم، لا تتبع خطوات شیطان داریم، دشمن است. اما اینو بدونید که قرآن صریحا میفرمد ان کید الشیطان کان ضعیفا، ضعیف است منتها وقتی که ما او را قوی بکنیم، اراده های ما ضعیف بشه، خب این نفوذ میکنه. خوشبختانه متکبرم هست، یه وقت خدمت یکی از اولیاء بزرگ پروردگار بودم، ایشون فرمودن خوشبختانه طوریست که اگر مخالفتش بکنید بدش میاد. البته سمه جمع از دو سه دور دیگه میاد ببینه شخص به غراشتی میکنه یا نه، اما اگر دو سه بار استادگی بکنی برمیگرده میره. آدم وسواسی دو سه بار اگر اعتنا نکنه وسواسش زائل میشه، اعتنا بکنه زیاد میشه، محسوسه. بله، اینجا یه لطیفه ای هست از بعضی از اولیا، در آخر بحث سزاوار میدونم که اونو براتون بگم. انشالله اونهایی که از این شب تصمیم گرفتن به شیطان اعتنا نکنن چکار کنن؟ یه صلوات بگذارن. پارسال میگفتی بنا که نماز شبشون قضا میشه، دیگه اونو نمیگم چون دیگه همه شبا بیداریم، دیگه نماز شب میکنید انشاءالله. بالاخره آدم که بیدار شه برای سحری قطعا یه نماز شبی
بالاخره هم دیداری های ماه مبارک هم خیلی متبرک است. ایشالله خدا همون را بهرمند کند. یکی از بزرگان آقا اینم به رسم توخته و یادگار عرض میکنن، البته این مقدماتی دارد و بعضی چیزا در حسب وظیفه شرعی خیلی کوتاه میکنم که اون محل شاهد رو بگم. یکی از بزرگان که الان از دنیا رفته بود در یک گوشه ای از ایران، من دیده بودم که بزرگان زیارت او را قصد می کردن و می رفتن، از جمله مرحوم والد علامه ما رضوان الله علیه که خودش اولیا بوده و بزرگان بوده، حتی خود او را به کرات دیدن که بار سفر می بست و می رفت او را می دید. اون مرد بزرگ ایشان فرموده بودن که یک شب ما قرآن می خوندیم، رسیدیم به این آیه که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه، این شیطان به دار دستش شما را از جایی میبینن که شما اونها را نمیبینید. دیگه همینطور که قرآن باز بود فکر کردن که خدایا مقصود از این غیر از اون رؤیت ظاهری که ما را میبینن، توجه فرمودید، ما باید به دستورهای اهل بیت اطاعت کنیم، ما پیروی کنید، دوبار فلسفهش خیلی بریم عقلمون قد نمیده. روایت داریم وقتی که لخ میشید مثلا بسم الله بگید، میفرمد شیطان در شما طمع میکند. طمع شیطان به این نیست که مثلا بیاد آدمو ویشکون بگیره، او طمع شیطان معنای خاصی داره. ممکن شیطان دبردن لخت آدم نگاه خدا آدم کسل بشه، نسبت به عبادت بیرغبت بشه، دل مرده بشه. سموم شیطان یکی دو تایی نیست که به نخواد اطاعت کنید. اون عالم گفته بود که ما فکر کردیم که غیر از اینکه ما رو میبیند، این آیه ممکنه معنی دیگه هم داشته باشه که عرض میکنم این شما رو میبیند از جایی که نمیبینید، شاید ما حد بگه از جایی میاد سراغتون که به عقلتون هم نمیرسید. خدا میدونه. آقایون عرض کردم قوی نیست ولی دشمنه، دشمن نتوان فقیر و بیچاره شمرد. حتی باور بفرمید که از طرقی که به ظاهر خوب است میاد سراغ آدم که من اینجا الان دیگه وقت ایجاب نمی کنه چیزایی رو بگم. خلاصه دیگه در این فکر بودم، یک دفعه حالا خدا خواسته بود چی شده بود؟ بالاخره بزرگان عالمی دارن، میگه من یک دفعه شیطان رو دیدم. بله شاید خود شیطان هم الان اینجا باشه خودش هم بشنوه واقعیت در این قضیه. بله غیبت هم نیست که اون بله حالا انشاءالله که از خانه دور باشه، ولی بالاخره واقعیت داره. اگر قصد و یقین نداشتم اینه بدانید که اینجا نمیگفتم. من به شما در گذشته گفتم، حالا عرض میکنم آیون اون چرا که رو من در عرض میکنم به فضل الهی پذیرفتم و میام میگم. اول به خودم من بر میرم میپذیرم، بعد به مردم میگم و یقین نداشته باشم نمیگه. بله شیطان رو دیدم، حالا چطور دیدم دیگه، حالا شما چطور دارید با این چطورش؟ گفتیم که بعضی چیزا رو بگیم دیگه از حالت منبر خارج میشه. بله ما هم دیگه حال نداریم بعد از منبر جواب بدیم، خدا میدونه حق دارن جوانها سوال بکنن، همشون حق دارن، اما من میام پایین قلبم درد میگیره. اگه سوالای حضرت داشتین ان شاءالله بنویسید آدرس مسجد بلال، ان شاءالله من در خدمت شما هستم. بفرستید اونجا یه میایم پایین زنقی نداره و روزا بنده قم منبر میره اونجا نایب زیارتون هستن. تا میان میرسم اینجا و بالاخره پیری و ضعف و بیچارگی الا کل حال حق میدم به این جوان ها که نور علینا خدا انشاءالله همه زن دستگیری کنه، خداوند عاقبت همه شما عزیزان رو انشاءالله به خیر کنه و از ما چشمون به شما جوان های نورانی روشن از خدا میده. دعا میکنیم شما ها رو و حقم دارید سوال بکنید، اما دیگر خودتون میدونید که طاقت جواب دادن به 50 نفر 80 نفر 100 نفر رو نداریم. 1-2 نفر رو جواب بدیم بقیه دلشون میشکنه، تبعیض میشه دیگه، نمیدونم چه بکنم. خلاصه اگه سوال مهم بود مرقوم بفرمید من در خدمتتون هستم. تا
شیطان دیده بود دست رو درد نیاره و نشد کنی که چطورش مسکوت بگذاری. میگه دیدم این بی انصاف دور هم نشسته بود، طرف سیدم بود، باب اشاره کرد گفت که بیا بحث کنیم. آخه شیطان خودش سید مدلاست، پناه به خدا میبری. بله این باور بفرمید، معلوماتی که شیطان دارد ماها نداریم. بعد رفته به قول امروز یه پشت سحنرم دیده آمده، روایت داریم میترمد اگر علم بی تقوی فضیلتی میشد شیطان با فضیلت ترین شخص میشد. علمش که دیگه شکی دارش نیست. تو خیال بکنی که این همه آدم در بدون علم سر کار گذاشته، یه حساب کتابی در کار است. بالاخره شما را نمیگه ما ایرون از مهدی گرن، شما را که نگفتن ده سلوات بفرستید. من به شما را نگفتم که بفارتی نمی کنم، اصلا فرض بر این است که هیچ کدوم از شما ها الحمدلله هیچ وقت شیطان سراغتون نیمده. فرض بر این است طرز محالم چه بحال دید. بله خلاصه میگه دیدم دورم نشسته بود، اشاره کرد که بیا بحث کنیم. میگه همونجا مثلا که من خواستم قدی نشون بدم، گفتم ببین همین اولین قدم اطاعت از تو حساب میشه، پاشو بیا اینجا اطاعت از تو میشه دیگه، با بلاس اطاعت از تو نکنیم. گفت یه نگاهی کرد گفت ما عمری متکبر بودیم ولی استثناءً امروز من بلند میشم میام. باور بفرمید میگه پاشد آمفل و بحث. میگفت یک بحث مشکلی کردیم و این مرحوم خیلی ناراحت بود که میگفت چرا یادداشت نکردن، خیلی ناراحت. میگفت یه رساله میشون، یه رساله علمی ها، میگفت خیلی مشکلات رو القا میکرد من جواب میدم، جوابم رو خراب میکرد دوباره جواب میدادم، پیروز میشدم. سوال دوم، سوال سوم، و البته میدونید من اینجا یه حاشیه باز میکنم، جوابها میپرسن که این سیاحت غرب مرحوم آقای جفی قوچانی چیه؟ اینو به شما بگم به کسی نگید، فقط من بدونم شما و همه اهل عالم. عرض میکنم حضورتون که حالا از شوخی گذشته من سیاحت غرب رو خوندم. ده اولا میگفتم این خب یه مشتهد بود، آقای جفی قوچانی مرد بزرگی بوده رضوان الله علیه. گفتم شاید مثلا این فرض کنم عالمی بوده مجتهدی بوده، این نمایش رو ساخته که برای مردم موعظه ای باشه و بترسن یه قدری راه خدا رو برن. ولی آقایون اینی که به نظرم رسیده به شما میگم حالا لازمم نیست باور کنید، حالا نظرم عرض میکنم. من دقت کردم در سیاحت قدر رد پاهای مکاشفه درش یافتم. دعید است که نمایش نامه باشد، ظاهرا مکاشفات بر امانت هست، یه چیزایی هست که اصلا به عقل نمیرسه که شنون جا آورده. حالا دیگه آدم به خودم مثلی بگه درد سر درست میشه، فقط یکیشی میخوام بگم درد سرم شد شد شهید نداره. توجه کرد اونجا که بگه حافظ رو گرفتن چند شب نگه داشتن، اگه درست دقت بکنی اون جز نمایش نامه نمیتونه بشه عزیزم. بله قدر دقت بکنید، به نظر میرسد که مکاشفاتش بوده، چون نمیتونیم بگیم مرده دوباره زنده شده، اما مکاشفاتش بوده. ایشون یادداشت کرده شده یه کتاب الان همه سیاحت غرب و خیلی ها میخونن میذارن تاخچه، یک پرده خدا روش کشیده، بعضی ها اون پرده رو هنوز زدن کنار نزده. این هم سیاحت غرب و آل عجبی نوشته بشه و این خیلی چیز مرغوبی میشد مباحثه با شیطان. آدم یه آدم بزرگ ولی دیگه سهلنگاری کردن ننوشتم. محل شاهد اینجا ما فکر میکردیم که خدایا این چی میگه، این شما را میبینه از جایی که شما او را نمیبینید، این چه باید باشه. میگه در اون جلسه برام روشن شد، یک ساعت ملعون با من بحث کرد، جواب دادم، آخر پیروز شدم که جلسه که تمام شد گفتم تو اینقدر در دنیا اسم در آوردی باور میکردی یه بشر تو را اینطور مغلوبت کنه؟ یک خنده ای زد گفت آقا سید مخواستم یک ساعت وقت
فاصله بگیرن. بله دیگه معنی آیه برام روشن شد که یراکم هو و قبیلو. بله حالا من دیگه دوربرش رو تیچی کردم، اما این یه واقعیت که انجام شده بود. تنا فرمان یراکم هو و قبیلو هم من حیث لا ترون، این من حیث لا ترون هم را خیلی مواظب باشید. یک وقت حتی آدم میره از یک ناشی ذکر میگیره. آقا مگه ذکر بده؟ نه بابا خودش بده، اما از چی گرفتی؟ نقبه اون بندی خدا میشه که شنیدید که مثلش معروف گفت که رفت پیش یه مشتهری گفت آقا آدم سرش تکن بده گناه داره؟ گفت نه. دستش چطور؟ نه. پاشو چطور؟ نه. گفت نه. بلند شد آقا رسید. گفت آقا چطوره؟ گفت تجریت بود مرده شد ترکی بده ببره. توجه فرمودید آقا؟ یه وقتای بعضی تجریهشون خوبه، خدا میدونه. میگه آز یک بده، میگم چی گفته بده؟ یک خوبه. آدم مثلا ده ده بگه الله اکبر، مثلا سبحان الله بده، میگم نه. حاجا با حضور بودن بده، میگم نه. باور کنید آقا هر چیز که میکنه میبینم دکنداره، دکندار از آب درونه، غیر متخصصه. بله حواستون جمع باشه. یه طلبه یه سوز غیر متخصص ریک گرفته بود، شب گفتیدم سخت بر سرم بر خراب میشه. گفتم آشفتش به کور. بله سخت بر سرم گفتش خراب میشه. آقا آدم بره پیش دام پزشک، سعدی می نویسه یک تبر چشمش درد گرفت، رفت پیش بیتار. بیتار یعنی دام پزشک. بیتره می گفتن صابر بره علم دام پزشکی. دیگه اون چرا که به حیوانات می دهد در پیش می ریزن به او داد، ریخت و کور شد. بعد ناراحت بودن یه ساعت دل پیدا شد، گفت ناراحت نشد، این به همین دلیل حیوانه که رفته پیش دام پزشک، که آدم بود که پیش اون بگیره. عزیز من حواستون خیلی جمع باشه. چیزایی میدونم که دهنم پیدا دسته است، از این شد از دسته پیدا شدخت گفتنش نخواهد، اما اینقدر میدونم که دیشبم گفتم خدا از شرد بعضی از دکونها حفظتون بکنه، و حتی در قالب ذکر و دعا ای بسا خلاص از متخصص فاصله نگیر. متخصص هم اگه گیرت نمیاد، آنچه را که در سلوک عام بلدی انجام بده. سلوک عام را که خدا یادت داده الحمدلله. هر وقت وقتش شد قسمتت بود، یه دریچه به سلوک خاص پیدا میشه. قسمت نشد خدا را شکر کن، بسپر به خود. بگو فضل بگو امری الله ان الله بصیر بالعباد. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام عليك أيها الإمام المعصوم، أيها الإمام العطشان. إن شاء الله ما أركضت محسني بيضها أبي عبد الله هل شداري من فجم يزقوف طيب أحمدين مشرف بلين. إن شاء الله خدا تسمعكم بكم إهرام دستين جمع زياد يزقوف أغا رهدن يماشر كوشيكي منتما چند نفر رو ببره. يك بوشي داشتين تأيب باحال بود. گفت آقا ذکر مناسبه اینجا الان چیه؟ داشتیم رد میشدیم جمعیت مناظر. خدا میگه من بی اختیار گفتم به نظر من بردگی السلام علیک یا ابا عبدالله. ولی که این آقا نبود ما مکه نداشتیم، مدینه نداشتیم، دینی معارفی نداشتیم. جانم به قربانت ابا عبدالله. وقتی این کاروان میرفت آقا دیده ها با تعجب به این کاروان نگاه میکرد. دیده کجا میره؟ خدا رحمت کنه شهریار رو، روح القدس در زبانش گذاشت این جمله رو که گفت کس نمیداند عروسی یا عزا دارد حسین. کس نمیداند عروسی یا عزا دارد حسین. او وقت اون شاعر به جعفر هندی رضوان الله علیه آنچنان زیبا گفته، مثل که خودش تا به پای این کاروان میرفته، میگه وقت انجلا
عن مكة له وابنها وبه تشرفت الحقيب وزمزم. میگه آقا از مکه خارج شد در صورتی که خودش فرزند مکه بود، مکه مال اینا، شرف از اینا یافته. و بهی تشرفت الحقیم و زمزم. بس بیت بعدی دو معنا دارد. میگه لم یدره این یریح بطن رکابه، نقل به معنا میکنم، دیگه معلوم نیست این شطورها کجا میخوابن، خیمه ها کجا برفتاشته میخوابن. لیت این یریح بطن رکابه فکه انما المأوى علیه محرم. یه معنیش این است که محرم باید باشه تا مشخص بشه. یه معنیش این است، ای حضرت زهرا ما را ببخشید، یک معنیش این است که به عقیده بعضی ها این بچه ها این نازدانه ها حالا حالا ها باید تو کجابه ها باشن. یه عده پناه دادن به اینها را حرام میدونن. فکأنما المأوى علیه محرم.